بسم الله الرحمن الرحیم. پوهنتون جامی، پوهنزه اقتصاد مدیریت، با من استاد غلام حسن ایدری. مضمون ریاضی دو سمستر دوم اقتصاد، بسیار بسیار خوش آمدین. درس ما شما به روی مشتق و مورد استعمال مشتق بود. ما چندین سوال به مورد استعمال مشتق کار کردیم. انشاءالله که شما از این سوال لذت برده باشین. به قسمت از این صنف که هستم، ما یکی دو سوال در نظر داریم که با شما کار کنیم. و او سوالا توریه که انشالله شما چکار میکنین، شما دو سوالا لذت میبرین. خب ببینین، به قسمت ما شما چکار میکنین، به قسمت ما شما اول سوالا فارسی کار میکنین، سوالا فارسی کار کنین، نتیجه گیری میکنین، بعد از میام سوال انگلیسی. خب نقطه را دریابید که نرمال بالای گراف تابعه y مساوی به x مربع منفی 4 x مثبت 3 موازی باشد اگر میل آن نرمال 1 بر 2 باشد. ما اولین کاری که میکنیم چیکار میکنیم؟ میل نرمال به دست میاریم. منتها قبل از اینکه میل نرمال به دست بیاریم، باید میل از این معادله به دست بیاریم. میل از این معادله که هست شما میفهمیم که یعنی چی؟ یعنی مشتق از این نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که dy بر dx، dy بر dx میگیم که مساوی میشه به خب مشتق از این که بگیریم میشه به 2x منفی چند میشه؟ 2x منفی 4. این میل از این به دست هم باز برای زود نوشته میکنیم که چی؟ slope of the normal. خب slope of the normal یا میل نرمال که ما شما به دست بیاریم میگیم که مساوی میشه به منفی 1 بر باز برای زود این هم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 2x منفی 4 میشه. ببینین میل نرمال را هم چیکار کنیم؟ میل نرمال را ما شما به دست آوردیم. میل نرمال هم که ما شما به دست آوردیم، منتها میل امین نرمال از نقطه نظر عددی 1 بر 2 برای ما شما داده شده. وقتی که 1 بر 2 داده شده، یعنی ما شما کار راحت تر میشه که این میل خب با میل باید چی باشه؟ مساوی باشه. خب وقتی که میل با میل مساوی باشه، ما شما چیکار میکنیم؟ به قسمت بعدی، به قسمت بعدی وقتی میل با هم دیگر مساوی باشه، ما به روی کار لاغ چیکار میکنیم؟ کارا خوب بیشتر ادامه میدیم. میگن که چی؟ میگن که 1 بر 2 مساوی میشه به باز بر از زور این هم نوشته میکنیم که منفی 1 بر 2x چند؟ 2x منفی 4. این هم که نوشته کردیم به قسمت بعدی ای چی کار میکنیم؟ طرف این وسط تن میکنیم. طرف این وسط تن که بکنیم خب همین منفی 1 به 2 ضرب میشه، باز باز 1 هم به 2x منفی 4 ضرب میشه. وقتی که ضرب شد از اینجا نوشته میکنیم که 2x منفی 4 مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به منفی 2. از اونجا یعنی منفی 4 میاریم به این طرف، منفی 4 که به این طرف اومد خیلی منفی 2 جمع میشه، حاصل چند میشه؟ حاصل مثبت 2 میشه. حاصل از اینکه مثبت 2 بشه یعنی این رقم سه کنیم، نوشته میگیم که 2x ما مساوی میشه به 2. وقتی که 2x ما مساوی به 2 بشه، x ما مساوی به چند؟ x ما مساوی به 1. یعنی این رقم تقسیم به 2 یا 2 به 2 خلاص 1 2 به 2 1 2 به 2 یعنی x مساوی به چند میشه؟ x مساوی به 1 میشه. خب وقتی که x مساوی به 1 شد، ما چیکار میکنیم؟ ما با این معادله ای که y مساوی میشه به منفی 4 x مثبت 3 قیمت x مساوی به 1 چیکار میکنیم؟ مینویسیم. وقتی قیمت x مساوی به 1 نوشته کنیم، نوشته میکنیم که y ما مساوی میشه به x مربع باز بر از او منفی 4 x باز بر از او مثبت چند؟ مثبت 3. این رقم که شد نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که y مساوی میشه به 1 به توان چند؟ 1 به توان 2 منفی 4 مثبت چند؟ مثبت 3. بعد از اینا که جمع و تفریق کنیم، حاصل از این مساوی به چند میشه؟ حاصل از این مساوی به صفر میشه. ببینین ما چیکار میکنم؟ مینویسیم که پی با مختصات x کاما y. از اینجا مینویسیم که پی با مختصات x کاما y باز بعد از اون میگم که مساوی میشه پی با مختصات به عوض x چند واژه میکنیم، یعنی چند x پیدا کردیم؟ 1 واژه میکنیم. 1 کاما به عوض y چند واژه کردیم؟ 0 یعنی پیدا کردیم، ما واژه میکنیم. از اینجا مدلش کار میشه، این مدل کامل میشه. وقتی که مدل یعنی رابطه که مثلا چیزی که از ما شما خواستن پوینت خواستن و پوینت برای چیکار داریم به دست آوردیم. خب میایم به سوال بعدی. به سوال بعدی که اومدیم، برای گراف تابع y مثلا میشه به 4x مکعب منفی 2x به توان 5 تمام نقاط را در رابطه که میل از مبدا کیمیا توزیع چیکار کنند عبور کنند. خب برای از اینکه میل از مبدا کیمیا توزیع عبور کنه، اولین کاری که میکنیم ما شما به عوض از این y y1 واژه میکنیم، به عوض x x1 واژه میکنیم. این حق ما به توابع داریم که ما به توابع چنین کارهای چیکار کنیم، چنین کارهای را انجام بدیم که به عوض y y1 واژه کنیم و به عوض x هم چی واژه کنیم؟ به عوض x هم x1 واژه کنیم. بعد از اون یعنی قانون این اصل به توابع خود اینجا نوشته میکنیم که 4 x1 به توان چند؟ 4 x1 به توان ایران نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 4 x1 به توان 3
وقتی که چون این موضوع مثلا شد 4 x 1 بتوان 3 شد، به قسمت بعدی نوشته میکنیم که منفی 2، او را نوشته میکنیم که x بتوان 5، را نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که x 1 بتوان چی؟ x 1 بتوان 5. بنابراین اینجا x 1 هم برای انتخاب میکنیم بشه. خب بعد از اون اینجا منویسیم که چی؟ نوشته میکنیم که x 1 باز برای توان از ایرم چند انتخاب میکنیم؟ توان از ایرم 5 انتخاب میکنیم. بعد از اون اینجا هم ما و شما چی داریم؟ وایک داریم. اینجا به توان آمده. خب ایرم چی کار میکنیم؟ ایرم وایک انتخاب میکنیم. وقتی که ایرم وایک انتخاب کردیم، باز بعد از اون میگیم که از اینجا ما همین کار ما انجام شد که به عوض وای چی وضع کنیم؟ به عوض وای وای یک وضع کنیم و به عوض دیگه ایکس میتونیم ایکس یک و چکار فلان و پاوینا میهیم. به قسمت بعدی، به قسمت بعدی که اصلا ما و شما چکار میکنیم؟ مشتق از این رابطه رو به دست بیاریم. مشتق از این رابطه رو ما و شما چکار کنیم؟ مشتق همین رابطه رو به دست بیاریم. بفهمیدیم؟ باز بعد از اون ما و شما چکار میکنیم؟ نوشته میکنیم که دی وای بر چیم؟ دی وای بر دی اکس. دی وای بر دی اکس میگیم که مساوی میشه به امو وای زبر قدیمی ما، میگیم که مساوی میشه به بعد از یه مشتق از که بگیریم 400 تا چند میشه؟ 12 اکس مربع میشه. باز بعد از اون منفی 5 دو تان چند میشه؟ نوشته میکنیم که 10 اکس به توان چند؟ 10 اکس به توان 4. خب وقتی که اینا این رقم شد، خب ما و شما چکار میکنیم؟ ما و شما یک کار دیگه میکنیم. مثلا این میل ازش شد، میل ازی که شد نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم میگیم که the slope مناشن. ها نوشته میکنیم که the slope at the point مناشن. ها اینجا هم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که x1 comma y1 مناشن. ها یعنی چی؟ به نقطه x1 و y1 برست میاره. نوشته میکنیم که میل به نقطه x1 و y1. ها میل که به نقطه x1 و y1 ما و شما چکار کنیم؟ ما و شما میل به نقطه x1 و y1 محاسبه کنیم. باز بعد از اون یعنی ما به همین معادله مشتق یا به همین میلی که به دست آوردیم، به عوض x چی وضع میکنیم؟ x1 و به عوض y چی وضع میکنیم؟ y1 وضع میکنیم. بعد از اون که چنین کارهایی کردیم ما شما، هیچ کار میشه این رابطه یکمک ساده سازی میشه و بالاخره دیگه به ما هدفی که ما شما داریم چی کار میکنیم؟ نزدیک میشیم. خب یا نزدیک تر میشیم. بعد از او یعنی میگم که این مساوی میشه به همین رابطه، میگم که مساوی میشه. اینجا نوشته میگم که 12 x1 و توان چی میشه؟ 12 x1 و توان 2 میشه. این مینوس میگم که چی؟ نوشته میگم که 12 باز بعد از جیرم نوشته میکنیم که x1 و توان 2 باز بعد از اون این که 12 x1 و توان 2 شد. باز بعد به قسمت بعدی چکار میکنم؟ به قسمت بعدی میایم میگم که به قسمت بعدی نوشته میکنم که منفی 10 منفی 10 باز بعد یکی منفی 10 ایره نوشته میکنیم که x1 و توان چند میرسیم؟ نوشته میکنیم که x1 و توان 4. خب بعد از اون که مثلا x1 و توان 4 نوشتم، باز بعد از اون سوال سازی یا که دارم انجام میدم، نوشته میکنیم چی؟ نوشته میکنیم که 12 x1 و توان چند؟ 12 x1 و توان ایره نوشته میکنیم که 12 x1 و توان 2. باز بعد از اون دو قسمت بعدی هم داریم چند؟ داریم که 10 x1 و توان 4. 10 x1 و توان 4. خب ایرم که بنوشتیم به قسمت آخری، به قسمت آخری اما میایم به صفحه بعدی، میایم به صفحه بعدی که آمدیم. اولین کاری که میکنیم معادله خط چکار میکنیم؟ مینویسیم. نوشتیم که y منفی y1 باز بر از جو یک کم برای چکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم. مساوی میشه به m ضرب x منفی x1 ایرم انتخاب میکنیم. باز بعد از دوقات چی کار میکنیم؟ پس بسته میکنیم. از اینجا نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که y1 باز بعد از دوقات قسمت بعدی هم نوشته میکنیم که x منفی x1. وقتی که چنین کارهای مثلا چکار شد؟ اینجا انجام شد. ما و شما ببینین y خود از این هسته y منفی به عوض y1، به عوض y1 قیمت ما به ما اول معادله داشتیم y1 ما مساوی چی میشه؟ y1 ما مساوی میشه به 4 x1 به توان 3 منفی 2 x1 به توان 5. اما منفی y1 که باشه یعنی می حد که هسته کلا مثبت و منفی میشه. منفی ها چی میشه؟ منفی ها مثبت میشه. پس می کار چی کار میکنم؟ این کار می نویسم. اینجا نوشته میکنم که چی؟ اینجا نوشته میکنم که مثبت. بنابراین خب یا بیخی منفی که هستم و منفی که هستم منفی باشه، بنابراین خب همون منفی که باشه یعنی منفی به داخل از ضرب میشه. وقتی به داخل از ضرب بشه منفی 4x1 به توان 3 خود از این هسته
یکی بعدی را علامه چی انتخاب میکنم؟ علامه علامه مثبت انتخاب میکنم. وقتی که علامه از که دیگر ما مثبت انتخاب کردم، بعد از اون من چیکار میکنم؟ بعد از اون میگم که مساوی میشه به ام. ام که اصلا این میل چیکار کردیم؟ ام حالا دمی میل همین مشتق اول ما شما چیکار کردیم؟ به دست آوردیم کوی عبارت از چند بود؟ کوی عبارت از 12 x 1 مربع باز بعد از اون منفی 10 x 1 بتوان 4 بودن. این میل را هم چیکار میکنیم؟ این میل را هم هر چی که هست خود چیکار میکنیم؟ مینویسیم. وقتی که میل را هم خود نوشته کردیم، از اینجا داریم که چی داریم؟ که x منفی x 1 داریم. x منفی x 1 که داشته باشیم، میگیم که x منفی x 1 قالیش چیکار میکنیم؟ قالیش رو بسته میکنیم. باز بعد از اون این را مینویسیم که 1، باز بعد از اون این را مینویسیم که x از 0. به قسمت بعدی که هست ببینین، گفته که از کجا عبور کنه این معادله؟ گفته که از مبدا عبور کنه. معادله که از مبدا عبور کنه از کجا عبور کنه؟ از مبدا. بنویسن خب از مبدا که عبور کنه یعنی چی؟ یعنی به عوض x هم صفر وزن میکنه، به عوض y هم صفر وزن میکنه. اینکه به عوض کدو حد به کدو حد صفر وزن میکنه، من آله فوراً برای شما رنگ از اونو چکار میکنم؟ رنگ از اونو تغییر میدم که شما بدون نگرانی بشناسیم که ما به عوض از اون حدود چکار کردیم؟ صفر وزن کردیم. این دوتا که صفر بشه اینجا چی باقی میمانه؟ اینجا همی منفی 4 x 1 به توان 3 مثبت 12 x 1 به توان 5 این خود از این میمانه. یعنی خود از چی کار میکنم؟ من فورا خود از اون مینویسم. وقتی خود از اون نوشته کنم میگم که این مساوی میشه به باز بعد از اون سعی کنم این هم چی میشه؟ این هم صفر میشه. این که صفر بشه این ضرب از این میشه. یعنی به این قسمت کن به این قسمت که هسته چی میشه؟ میشه به 12 x 1 مربع خود نه مربع باز بعد از اون ای 12 x 1 مربع ضرب x 1 ضرب منفی x 1 که باشه مناسب. خب حاصل از چند میشه؟ حاصل از میشه به منفی 12 x 1 به توان چند؟ منفی 12 x 1 به توان 3 میشه. باز بعد از این منفی 12 x 1 به توان 3 که باشه، باز این هم که ضرب از این باشه حاصل از چی میشه؟ حاصل از یعنی یک عدد توان چکار میشه؟ یک عدد توان تغییر میکنه، علامه هم تغییر میکنه. پس میگید که بنویسم x 12 منفی مینویسم 12 x 1 به توان چند؟ x 1 به توان 3 مینویسم. نوشته میکنم که 12 x 1 به توان 3. باز بعد از 12 x 1 به توان 3 که من نوشتم به قسمت بعدی یه علامه چکار میکنم؟ یه علامه مثبت میسازم. یه علامه که مثبت بسازم این 10 x 1 به توان چند میشه؟ 10 x 1 به توان 5 میشه. چرا که 4 هسته یکی هم که بود ضرب شد توان چند میشه؟ توان 5 میشه. خب ببینید 12 x 1 به توان 3 اینجگاه داریم، 4 x 1 به توان 3 اینجگاه داریم، به دو طرف هم مساوات هستن، هم علامه هم از هم دیگر کم میشن. یعنی ما همین 12 x 1 به توان 3 که اینجگاه بیاریم این علامه چی میشه؟ این علامه مثبت میشه. وقتی که مثبت بشه از این 4 x 1 به توان 3 کم میشه. وقتی که کم بشه این مثلا من علامه رو تغییر میدم، وقتی که تغییر دادم میر سبز میکنم. باز بعد از اون میگم که این هم علامه تغییر میدم که این هم شده سبز. وقتی که هم شده سبز یعنی دو تا با هم دیگه چکار شده؟ اختصار شده. باز بعد از اون اینجا داریم چی؟ داریم که 2 x 1 به توان 5، 2 x 1 به توان 5 که داریم این هم رنگ را بی میکنم که یعنی این دو تا با هم دیگه چکار میشه؟ معامله میشه یا مثلا جمع منفی یا جمع الجبری میشه. اما علامه باشه جمع، مختلف علامه باشه چی؟ کم. به قسمت بعدی میگم که مساوی میشه. ببینین ما اینجا داریم که 12 x 1 به توان 3، از 12 x 1 به توان 3 که 4 x 1 به توان 3 کم باشه حاصل کم بکنه، من حاصل میمانه که 8 x 1 به توان 3 بکنه. من این که 8 x 1 به توان 3 بکنم ایرم که این طرف یارم از 10 x 1 به توان 5 که 2 x 1 به توان کم یکم باشه چند بکنه؟ من میمانه که 8 x 1 به توان 5 بکنه. من ایرم مینویسیم که چی نوشته میکنیم؟ که 8 x 1 به توان 5 رم مینویسیم. وقتی که 8 x 1 به توان 5 رم نوشته کردیم، 8 x 1 به توان 5 میگن که مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به 0. خب وقتی که مساوی به 0 شد ببینیم به قسمت بعدی ما x 1 به توان 3 چیکار میکنیم؟ x 1 به توان 3 فاکتور میگیریم. x 1 به توان 3 که ما شما چیکار کنیم؟ فاکتور بگیریم. اینجا چی واقع میمونه؟ یا مثلا ما میتونیم که 8 x 1 به توان 3 فاکتور بگیرم، نوشته کنم که 8 x 1 به توان چند؟ x 1 به توان 3 فاکتور. باز از چون که مثلا همین x 1 به توان 3 و چکار فلان میگه پر اونا یک من که نوشتن اونا وقت گیره هستن، من چکار میکنم؟ من به صورت مستقیم تر رو رو میرسم. باز بعد از رو این که نوشتم 8 x 1 به توان 3 تقسیم 8 x 1 به توان 3 آسل 1 میشه. باز بعد از رو منفی x 1 به توان 8 x 1 به توان 5 تقسیم
اش اکس یک بتوانستی حاصل چند بشه؟ حاصل اکس یک مربع میشه. وقتی که حاصل از این مربع شد نوشته میگم که اش اکس یک مربع یم که از شد میایم به قسمت بعدی. به قسمت بعدی که آمده میگیم که این مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به صفر. خب وقتی که این مساوی به صفر باشه ما دو عدد یا دو تا قوسی که بالاتر ضرب مساوی به صفر باشه، یعنی یا اکس یک به توان سه مساوی به صفره یا یک منفی اکس یک مربع مساوی به صفره. خب هر کدوم سیوا سیوا مساوی به صفر قرار بدیم، وقتی که هر کدوم سیوا سیوا مساوی به صفر قرار بدیم، مثلا 8 اکس یک به توان 3 را اگه ما چیکار کنیم؟ اگه بگیم که 8 اکس یک به توان 3 مساوی به صفر میشه، متوجه شدیم؟ خب یعنی چی؟ یعنی که اکس یک به اکس یک ما مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به اکس یک ما مساوی میشه به صفر. نوشته میگیم که چی؟ نوشته میگیم که اکس یک این مساوی به صفر، این به این معنی که من که فاصله میدم، که من که فاصله که من دادم از اینجا نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که اکس یک ما مساوی میشه به چی؟ اکس یک ما مساوی میشه به صفر. باز بعد از اینجا اینجی برای از چیکار میکنم؟ از اینجا ایر اکس یک انتخاب میکنم. وقتی که ایر اکس یک انتخاب کردم منظورم اکس یک میگم مساوی میشه به صفر، باز با قسمت بعدی که ما شما در نظر بگیریم، با قسمت بعدی یک منفی اکس یک مربع مساوی به صفر، یعنی همین اکس یک مربع نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که اکس یک مربع میگیم که مساوی میشه به چی؟ اکس یک مربع میگیم که مساوی میشه به یک. وقتی که اکس یک مربع مساوی به یک شد، بفهمید یعنی اکس یک مربع که مساوی به یک بشه، ای از اطراف جذر میگیریم، نوشته میکنیم که اکس یک ما مساوی میشه به چند؟ اکس یک ما میگیم که مساوی میشه به اکس یک مساوی میشه به یک، و باز باز نوشته میکنیم که منفی یک. یعنی یک و منفی یک که هسته چی میشه؟ جواب از میشه. یعنی تمام جواب از این مثلا ستایه که یک اکس یک مساوی به صفر، اکس یک مساوی به یک و اکس یک مساوی به منفی یک، که اینا همه گیم ما چکار شد؟ به دست آمد. انشاءالله رحمان که سوال چکار کرده باشن؟ فهمیده باشن. میایم به قسمت سوال بعدی. میایم به قسمت سوال بعدی که آمدیم، سوال هست بزر به انگلیسی نوشته منان چند؟ خب این سوال حل شد. وقتی که سوال حل شده باشه منان چند؟ خب امی برای گراف تابع تمام نقاط را داره که میل از مبدا عبور کنم، تمام نقاط بلش آوردیم که یکی و مثلا یک بوده، یکی منفی یک، یکی هم چند بوده، یکی هم صفر بوده. خب ببینیم مثال بعدی با ما شما چی گفته. Find the equation of the tangent line، معادله میل، معادله میل چیکار کنیم؟ به دست بیاریم to the curve، برای از این گراف y مساوی میشه به چی؟ y مساوی میشه به جذر 5x منفی 3. اگه مثلا به انگلیسی بگیم، میگین y equals square root of 5x minus 3 minus 2، یعنی minus 3 یعنی این minus 3 minus 2 هم یعنی which is parallel to the line، و تئوری که همی معادله میل از این مثلا موازی به چی باشه؟ موازی با 4x minus 2y plus 3 equals 0، یعنی موازی با ای باشه. وقتی که چنین موضوعی باشه، ما دو تا میل باید چیکار کنیم؟ باید پیدا کنیم، یکی میل از این تابع پیدا کنیم، یکی میل از این رابطه پیدا کنیم. خب میل از این که ما مثلا خواسته باشیم پیدا کنیم، سعی کنیم میل از این که ما خواسته باشیم پیدا کنیم، مو آسانه. ما چیکار میکنیم؟ ما دوگاه او طرف تیر میکنیم، نوشته میکنیم که 4x، باز بر از جون ایر که نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 4x مساوی میشه به 4x مثبت 3، 4x مثبت 3 مساوی میشه به ایران نوشته میگیریم که چی؟ نوشته میگیریم که 2y. بعد از اینکه رقم شد، اطراف تقسیم 2 میکنیم. اطراف که تقسیم 2 کردیم، ببینیم y به دست میاد، y مساوی میشه به 4 بر چند؟ 4 بر 2، یعنی همین 4x تقسیم 2 میشه. 4x تقسیم 2 بشه چی میشه؟ میشه به چی؟ میشه به 2x. باز بعد از ایران نوشته میگیریم که مثبت، وقتی که رو مثبت نوشته کردیم 3 بر چند نوشته میکنیم؟ 3 بر 2 نوشته میکنیم. باز بعد از دو ببینین سلوپ از این یا میل از این، میل از این خط میگن مساوی به چیه؟ میل از این خط ضریب x، در صورتی که ضریب y چند باشه؟ 1 باشه. خب میل از این خط مساوی به چند برسونه؟ میل از این مساوی به 2 برسونه. برای از اینکه میل از این مثلا ما شما به دست بیاریم، چی کار میکنیم؟ مشتق میگیریم از این. مشتق که بگیریم، مشتق y که بگیریم چی میشه؟ dy تقسیم dx، نوشته میگیم که dy بر dx، یا چی؟ یا y زبر میگیم که مساوی میشه. مشتق از این جذری که بگیریم حاصل چی میشه؟ حاصل میشه با 5 بر ایرم نوشته میگیم که چی؟ نوشته میگیم که 5 بر جذر چند نوشته کنم؟ نوشته کنم که 5x منفی چند؟ 5x منفی 3. ایرم نوشته میگیم که 5x منفی 3. باز بعد از این رقم که ما شما ایر بنوشتیم، مراجعین یک نقطه یک خود دیگه هم داره، مراجعین که اینجا یک دوی هم چیکار؟ یک دوی همی داره. میل از این هم چیکار شد؟ یک میل از این هم برست آمد. خب
وقتی که میل از این به دست اومد، خب ما همیشه وقت میگه که میلا با هم دیگر چیه؟ میلا با هم دیگر مساویه. میل یکی اول است چند؟ اصل دو. همیشه میدونی که دو مساوی شده. میل از این اصل پنج بر دو چکار فلان میگه پا اینا ایران مستقیم خودت می نویسیم که انت اگه بشه یه چکار میکنیم کافی میکنم خب بر از این اینجا چکار میکنم می نویسیم. وقتی که من چکار کردم ایر که من نوشته کردم از اینجا من چکار میکنم می طرف نوستن میکنم طرف نوستن که بکنم یعنی که آه طرف نوستن بکنم دو ضرب دو چی میشه؟ چهار میشه. چهار که بشه نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که چهار ضرب چی؟ ضرب جذر پنج اکس منفی چند؟ ضرب جذر پنج اکس منفی دو. اینجا نوشته پنج اکس منفی سه مساوی میشه به چند؟ مساوی میشه به پنج. مناسیم خب چهار ضرب جذر پنج اکس منفی سه مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به پنج. را نوشته میکنم که پنج اکس منفی چند؟ پنج اکس منفی سه. خب وقتی که چنین چیزی نوشته کردم این چهار مربع میکنم. چهار که مربع کردم حاصل چند میشه؟ حاصل میشه به 16. الان می نویسیم که 16. باز بعد از اون جذر که مربع کنم مربع به جذر چیکار میشه؟ خلاص میشه. اینم نوشته میکنم که 5 x منفی چند؟ 5 x منفی 3. باز بعد از اون 5 را که مربع کردم حاصل چند میشه؟ حاصل میشه 25 میشه. وقتی که چنین موضوعی شد همین 16 چیکار میکنم؟ ضرب میکنم. 16 که به این ضرب کردم سعی میکنم که حاصل چند میشه. سعی کنیم 5 16 حاصل چند میشه؟ حاصل میشه به 80 x. 3 16 هم حاصل چند میشه؟ 3 16 میشه به 48. مساوی میشه به چند؟ مساوی میشه به 25. چیکار میکنیم؟ 25 را مینویسیم. به قسمت بعدی که هستم 48 میاریم به این طرف. 48 که آوردیم به این طرف، خود 25 چیکار میشه؟ جمع میشه. 48 و 25 که جمع کنیم حاصل چند میشه؟ حاصل رو نوشته میکنیم که 80 x مساوی میشه به 70 چند؟ 73. وقتی که رقم شد x ما و شما که به دست بیاریم میگیم که x ما و شما مساوی میشه به 73 بر چند؟ 73 بر اینا نوشته میکنیم که 80. x چیکار شده؟ x 73 بر 80 به دست اومد. خب x که 73 بر 80 مثلا به دست اومد ما چیکار میکنیم؟ ما میتونیم که y را ازی به دست بیاریم. y که به دست بیاریم ان اینجا ما داریم که به این رابطه میتونیم چیکار کنیم؟ قیمت گذاری کنیم. خب به این رابطه که قیمت گذاری کنیم ما و شما نوشته میکنیم که y ما مساوی میشه به y ما مساوی میشه به جذر 5x. ان اینجا نوشته میکنیم که جذر 5x منفی 3 منفی چند؟ منفی 2. باز بعد از اون اینجا نوشته میدونم که چی؟ نوشته 5x. 5x یعنی 5 ضرب x. 5 ضرب x ما قیمت چند؟ x ما قیمت هست 73 بر 80. وقتی که این رقم شد 73 بر 80 شد، باز بعد از اون منفی 3 را بازی چکار میکنم؟ منفی 3 را بازی مینویسم. وقتی منفی 3 نوشته کردم 5 به 80 چکار میشه؟ اقتصاد میشه. 1 2 5 5 16 5 به 80 میشه. یعنی 73 بر چند میشه؟ 73 بر 80 میشه و 73 بر 16 میشه. بعد از اینکه 73 بر 16 بشه میگیم که این مساوی میشه به سعی کنیم این 70 نوشته میکنم که جذر 73 منفی 2 را مینویسم. وقتی که منفی 2 را بنوشتم باز بعد از اینکه نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که 73 بر چند؟ 73 بر 16. وقتی 73 بر 16 نوشته کردم منفی 3 را چیکار میکنم؟ منفی 3 را مینویسم. ببینین از اینجا ضرب میکنیم 3 16 چند میشه؟ 3 16 میشه به 48. از 73 که 48 کم بشه، از 73 48 کم بکنیم. از 73 که ما و شما 48 کم کردیم مرشن. خب از 73 که ما و شما 48 کم کردیم حاصل گفتیم چند شد؟ حاصل از این میگیم که مساوی میشه به 73 منفی 48. مناسب؟ خب دیگه جذر را میگیریم. وقتی جذر را میگرفتیم حاصل میشه به خدم منفی 2 هم جمع تفریق میکنم حاصل میشه به منفی 3 بر 4 میشه. خب منفی 3 بر 4 که باشه این منفی 3 بر 4 چیکار میکنم؟ یعنی حاصل از این وای میگم که مثلا میشه به منفی 3 بر 4. خب وای هم پیدا کردم، وای هم قیمت چند شد؟ وای هم قیمت شد منفی 3 بر 4 شد. وقتی که وای هم قیمت منفی 3 بر 4 باشه از اینجا نوشته میکنم که وای منفی وای 1. بفهمید؟ نوشته میکنم که وای منفی وای 1 مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به ام ضرب اینم نوشته میکنم که x منفی x 1. x 1 رو چیکار میکنم؟ انتخاب میکنم. وقتی که انتخاب کردم خب نوشته میکنم که وای منفی وای 1 خب مساوی میشه به ام ضرب x منفی x 1. چیکار میکنیم؟ بزنم
انتخاب میکنیم، نوشته میکنیم که ایکس منفی ایکس. این موضوعات که همگی مثلا چیکار شد در نظر گرفته شد، میل داریم، میل قیمت چند داریم، مثلا خب میل به این نقطه این قیمت رو داریم که مثلا میشه 5 بر چی 5 بر 5 ایکس منفی 3 که مثلا که قیمت به دست میه، مثلا باز بر از وای کردن قیمت رو داریم، ایمر هم داریم، ایکس کردن قیمت رو داریم. قیمت ها خب مثلا به جای چیکار میکنیم؟ وزن میکنیم. قیمت ها خب به جای وزن کردیم میگیم معادل ساده سازی میشه، اما به دلیل از اینکه وقت ما و شما تنگه، ما نمی‌دونیم ادامه از سوال میگیریم به جای بعدی. تشکر از توجهتون.